سلام. سلام، حال شما خوب هستین؟ خوب هستین؟ در مورد همین اصل دوم بیل آف رایت میخواستم صحبت بکنم که اینو ما باید به سابقه و تاریخ توجه بکنیم و بدون اون نمیتونیم درک بکنیم که رو چه اصلی این اومده و چرا این همه سیاست مدار چه از چپ چه راست راست ازش دفاع میکنن. خب اینو بگین، اینه که منظورتون سکند امندمنت توی آمریکاست که میگه که هر کسی حق مسلح بودن رو داره در این درباره. بله بله بله، یعنی بله. اینو بخوایم تغییر بدیم مثلا خیلی مشکل از لحاظ قانونی، یعنی سفت و سخت است. من تو آمریکا تو ایالت‌های مختلف زندگی کردم، از جمله تنسی و اوکلاهوما، و تو مناطقی هم که بودم بیشتر مناطق روستایی شهر کوچیک. اونجا اگر شما در یه خانه ای دارین زندگی میکنین، نزدیکترین شهر بهتون چندین مایل فاصله داره و اگر یک نفر حمله بکنه به شما، شما اگر اسلحه برای دفاع نداشته باشین، تا بخواییم به پلیس زنگ بزنین و اینا، همه چیز تموم شده. اینه که میبینیم که تمام ایالت هایی که به اصطلاح میگن رد، اینا طرفدار سکند امندمنت هستن، به خاطر اینکه اینو جز به حق خودشون میبینن و اون اطمینان رو ندارن که مثلا پلیس بتونه به موقع برسه به اینا کمک کنه، و اینا اعتقاد دارن که الان اسلحه رو شما میتونید با دستگاه کامپیوتر قشنگ خودت درست بکنه، یعنی این پرینترها که هستن میتونه قشنگ اسلحه درست کنه، و بدون داشتن این حق اینا امنیتشون تامین نخواهد شد. این یک طرف قضیه، یعنی این حق رو در مورد پروتکشن فردی خودشون در نظر میگیرن. یکی دیگه هم اینه که علاوه بر اون، این برای ایالات مختلف هست که دولت مرکزی نتونه اونقدر قدرت داشته باشه، یعنی مردم ایالت میتونن یه سلف رگولیتد میلیشا، یعنی یه میلیشیای داشته باشن که و بتونه از حق و حقوق خودشون دفاع بکنه. یعنی مسئله، من خودم در زندگی هیچ وقت اسلحه نداشتم، الان ندارم و نیازش هم حس نکردم، ولی با کسانی که اسلحه داشتن و نیازش رو حس کردن نشستم صحبت کردم و درک میکنم که واقعا اینا چی میگن. و یکی از دلایلی که ما میاریم که مثلا میگیم که آره با اسلحه رفتن ماس شوتینگ و اینا انجام دادن، اینا جوابشون اینه که اگر یک نفر بیمار باشه، لزوما با اسلحه تنها نیست که بتونه ماس شوتینگ انجام بده، کما اینکه نمونه‌هاشو دیدیم در برلین و در لندن و اینا، طرف یه کامیون یا یه ون گرفته رفته زده تو جمعیت چندین نفر رو کشته. و اینه که مثلا میگه که حالا بیایم فردا تمام کامیونا رو ممنوع اعلام بکنیم چون یه نفر بیمار پیدا شده از این، به عنوان یک آلت ماس شوتینگ یا ماس اینجوری استفاده کرده. اینه که اون آرگومنت رو اصلا نمیپذیرن که چیزه، میگن خب باید بک‌گراند چک باشه، اینا رو سفتر بگیریم، اسلحه رو از دست کسایی که تعادل روانی ندارن در بیاریم، اونا همه ما با اونا مشکلی نداریم، ولی صرف این که اسلحه رو ممنوع بکنیم به نظر من درسته. خب ببینید، من قبول دارم که مشکلی که الان تو آمریکا هست به خاطر اسلحه‌هاش، این راه حلی نداره، یعنی جمع‌آوری اسلحه ها. من میگم که متاسف هستم که آمریکا مثلا یک همچین فرهنگی داره، ولی من خودم نمیگم که راه حلش اینه که برن همه اسلحه ها رو جمع کنن دیگه، از اون گذشته دیگه، انقدر اسلحه تو آمریکا زیاد هست که همچین کاری اصلا تقریبا غیر ممکنه. یکی این که خب من که از کسایی که خودشون اسلحه الان میخرن که نقدم به اونا نیست، من خودم الان تو آمریکا بودم اگه زندگی میکردم، مخصوصا خیلی بعضی از ایالتاش به خاطر تعداد اسلحه‌ای که همه دارن، خودم احتمالا میرفتم خودم هم مجبور بشنم میگرفتم. خب یعنی
به خاطر شرایطی که وجود داره، اگه این نقدم از این نیست که مثلا حالا یک نفر چرا داره میره اصلا میخره، خب بالاخره منم احتمالا میخرم، ولی من نقدم از اون کساییه که مثلا دیگه مثلا اسلحه هاشون اینجوری نیست که میخرن برای که مجبورن، برای که کلی اسلحه بقیه دارن اونا هم پس باید داشته باشن که بتونن دفاع کنن. بعضی ها هستن که اصلا اسلحه هاشون رو میپرستن تو امریکا، خب یعنی اصلا اسلحه هاشون شده اصلا خداشون یه جورایی. اونا رو من خیلی برام عجیب و جالبه. و اینکه مثلا شما میگی مثلا یه میلیشای باشه که بتونه بیاد از به عنوان از یه دولتی از یک حکومت مثلا دیکتاتوری مثلا بیاد خودش دفاع کنه که همچین اتفاقی نفته. ببینید ما الان من نمیگم که راه حلش اینه که دیگه آمریکا اینجوری نباشه چون نمیشه، ولی خب ما این همه کشورهای پیشرفته دیگه اینو ندارن. خب یعنی ما دیدیم که تو همه کشورهای پیشرفته دیگه، تو اروپای غربی، تو استرالیا، توی کره جنوبی، تو ژاپن، اینا هیچ کدومشون یه هم چیزی ندارن و مشکلی هم نداشتن، تازه بهترم بوده. تازه دولتی که اونجا دارن اتفاقا بیشتر هم مردمی تر بوده تا خیلی بعضی از کشورها تا دولت آمریکا. اتفاقا ما استرالیا هم مثال داشتیم که وقتی که رفتن اسلحه رو جمع آوری کردن اینا، اتفاقا دیدیم که چقدر امنیت بیشتر شده. یعنی ما به اندازه کافی، یعنی کسایی که مثلا میخوان بیان بگن که نه این لازمه تو آمریکا که موقع دولت پررو نشه، این تنها کشور پیشرفته ایه که الان هم یه هم چیزی داره. یعنی یه جوری دارن صحبت میکنن انگار که مثلا فقط تمام دنیا فقط آمریکاست و ما جاهای دیگه نمیبینیم که اصلا یه هم چیزی لازم نبوده. نظرشون نه، این درسته. اینو در مورد استرالیا من شنیدم که وقتی که ماس شوتینگ در اونجا انجام شد، اومدن اسلحه رو جمع کردن و یک استادی هم انجام دادن، دیدن که آمار جرم و جنایت پایین اومده و اینو میشه تعمیم داد برای آمریکا، چون استرالیا و آمریکا خیلی الهاز بافت جمعیتی شبیه همه، کشور پهناوری هست و جمعیت پراکنده در نقاط مختلف زندگی میکنن و اون آرگومنتی که در آمریکا میارن که مثلا اگر در یک مزرعه در at the middle of nowhere مثلا یک نفر زندگی بکنه، نمیتونه به پلیس دسترسی داشته باشه، بنابراین اسلحه احتیاج داره. ولی اینطور که شنیدم در استرالیا هنوز به روستاییان اون اجازه داشتن اسلحه رو میدن، ولی تونستن یه چیزی برایندی بین منطقه شهری و روستایی ایجاد بکنن که یعنی کسانی که واقعا حس میکنن که در یه منطقه زندگی میکنن به اسلحه احتیاج دارن، اونا میتونن داشته باشن، ولی کسایی که مثلا در شهرهای بزرگ زندگی میکنن اونا نباید داشته باشن. ولی در آمریکا بحثشون همیشه همینه که مثلا بعضی از شهرها مثل واشنگتن دی سی، مثل شیکاگو اسلحه رو ممنوع کردن، ولی آمار جرم و جنایت از طریق اسلحه پایین نیامد و اینا میگفتن که خب وقتی که دی سی ممنوع شما اسلحه داشته باشه، خب طرف برا فاصله میره ویرجینیا اسلحه رو میخره میاره تو دی سی، چجوری میتونی کنترلش بکنی؟ دقیقا موضوع سختیه. من خودم میکس فیلینگ دارم نسبت بهش که مسلم اینه که اگر آدم ها به اون درجه از چیز برسن، اسلحه رو اصلا بذارن کنار، اصلا ارتش ها رو جمع بکنن، اصلا نیروی پلیس رو جمع بکنن، خب یه جامعه بهتری رو خواهیم داشت. ولی تا به اونجا برسیم اینا همه موقتیه که چه راهی رو باید پیش بگیریم که به اون جامعه ایدئال برسیم که دیگه ما احتیاج به پلیس و احتیاج به نیروهای نظامی و احتیاج به ارتش نداشته باشیم. یعنی اگر از بالا نگاه بکنیم، ما یک سیاره هستیم که یک کمی که بریم بالاتر اصلا مرزها رو هیچ کس نمیتونه تشخیص بده کجا مرزه، همه از بین میره و یک دهکده جهانی هستیم و باید بتونیم با همدیگه در صلح و صفا زندگی بکنیم. این حالت ایداله، ولی به اون حالت ایدال وقتی که ما هنوز نرسیدیم، یه عده میان میگن که در کوتاه مدت، من خودم رو در این میبینم که امنیت خودم و خانوادم در این میبینم که یه اسلحه پشت درم باشه، اطمینان ندارم که نباشه. من فقط یه ذره واضح‌تر بگم، من که این که میگم که متاسفم که فرهنگ آمریکا اینطوریه، معنیش این نیست که خودم فکر میکنم بهترین کار اینه که
اسلحه رو تو آمریکا ممنوع کنیم. من میگم از این گذشته همچین کاری نمیشه کرد تو آمریکا، ولی من فکر میکنم توی در حال حاضر بهترین کار اینه که اسلحه رو روش گرفتنش رو تو آمریکا مثلا یه مقدار سخت‌تر بکنن. خب یعنی حداقل به اندازه گواهینامه ماشین باشه. یعنی شما الان تو آمریکا گرفتن گواهینامه ماشین که بتونین رانندگی بکنید، تستایی که باید انجام بدین، آموزشی که باید ببینید، مراحل اون بیشتر از تفنگه. خب بخاطر اینکه میگن ماشین خطرناکه، شما اگه گواهی نامه نداشته باشین، تست رو پاس نکنین، یه چیزای آموزش نبینین، ممکنه باید بقیه صدمه بزنین. بعد یک وسیله ای که برای این ور اون ور رفتنه ولی ممکنه صدمه بزنه، گرفتن اون سخت‌تر از یک ماشینیه که اصلا کارش صدمه زدنه. خب یعنی حداقل ما این انتظار رو باید داشته باشیم که گرفتن اسلحه حداقل به سختی گواهی نامه ماشین باشه. یعنی آیا این انتظار واقعا منطقی نیست به نظر من؟ یعنی من فکر کنم حداقل به اون سطحش برسونین حداقل. این درسته، ولی یادمون باشه که این لابی اسلحه، کارخونه های اسلحه سازی و اینا، خب در آمریکا قوی هستن و اینها هم یه سری افرادی رو دارن که ریسرچ میکنن و توی هر آرگومنتی که ما ارائه بدیم اونا جواب برعکسش رو ارائه میدن. یکی این بود که مثلا برای سکند امندمنت وقتی که اون موقع که تصویب شده تفنگای سرپر بوده، یعنی شما یه گلوله رو شلیک میکردی بعد دو سه دقیقه صبر میکردی خنک بشه، بعد یه گلوله دیگر رو بالا میذاشتی دومی چیز میکردی. الان ماشینگان هست که در دستتو که فشار بدی 1000 تا گلوله سری میزنه بیرون. و آیا شما برای مثلا چیز اینو اسلحه رو احتیاج داری؟ دقیقا. ببینید این حرف شما خیلی جالبه، برای اینکه شما اگه منطق راستگرایان رو استفاده بکنین که بگن که ببینید دولت به هیچ شکل نباید بیاد بگه که ما خودمون رو چجوری مسلح بکنیم، هر اسلحه باید بتونیم داشته باشیم، بر اساس منطق اینا مردم آمریکا باید بتونن تانک هم داشته باشن، بر اساس منطق اینا مردم آمریکا باید بتونن سلاح اتمی هم داشته باشن. یعنی نتیجه منطقشون به اینجا میرسه. دقیقاً. یعنی اگر اینو بخوایم هی ادامه بدیم به جلو، همون حرفی که شما میگین هست، ولی اینا در مورد اسلحه به طور خاص میگن که نه، اگر اون کریمینال آدمای بد مثلا بتونن مسلسل داشته باشه، ما هم باید یه مسلسل بهتری در جواب اون داشته باشیم. تانک هم بدین دیگه، برای اینکه آدمای بد ممکن برن تانک بگیرن، پس آدمای خوبم باید بتونن تانک خب داشته باشن که بتونن. اینو اتفاقا میگن که خب اینکه آدمای بد با تانک بیان خیلی کم اتفاق افتاده و ما در این مقطع لزومش رو حس نمی کنیم، ولی اگر در آینده یک نفر با تانک اومد، ما هم باید یه تانک قوی تر تو بکیاردمون داشته بودیم. یعنی این چیزا هست، چی بهش میگن، آرگومنت ها هست در مورد اصله. جالبه خیلی.